حضور این همه شهود از عقاید متعدد، افکار مختلف، حتی بعضیشون که به نوعی حتی بهشون هرگز تفهیم اتهام نشده و سن کم داشتن، حتی افرادی با سن کم در زندان، بچه‌هایی که بودن، تعریفی که مختلف شد، افرادی که حتی 4 نفر یا 5 نفر از اعضای خانواده‌شون از دست دادن، امروز در صف شهود بودن. تعدادی هم از طریق آنلاین و اسکایپ مصاحبه انجام دادن و سوال جواب شد و فکر کنم کمیسیون حقیقت جواب در جستجو حقیقت بوده و الان هم داره به این حقایق دستیابی پیدا میکنه و مستندات لازم رو گردآوری میکنه و حالا ببینیم که روزهای دیگه چه اتفاقی خواهد افتاد. من 19 خرداد سال 1361 به همراه 3 تا از اعضای خانوادم دستگیر شدم. من در خیابان که نیروی حزب الله و سپاه پاسداران به من حمله کردن در خیابان و از پشت شروع کردن به کتک زدن من و در خونه من ریختن و برادر دیگر منو تو خیابون گرفتن و منیر هاشمی که همسر یکی از برادران بود اون را هم دستگیر کردن. به نظر من وقتی که بحث شکنجه بود، شکنجه برای مرد و زن فرق نمی کرد. اینا از نظر اسلام خودشون که میگن که زن نمیدونم نباید دست زد و اینا، ولی مورد مشخص بهتون بگم، وقتی که منو برای اتاق شکنجه بردند، دست میدادن، منم مثل پسرها یک لباس زندان به هم دادن، منو به تخت بستن، پتو انداختن رو دهنم و شروع کردن شلاق زدن. Can you tell us about your brother Bijan and the circumstances of his arrest? بله. بیژن در تیرماه سال 61 یکی از دوستان شلکون زدن رو به سر قرار دعوت کرد. اون لحظه ما نمیدونستیم که این دوستش قبلا دستگیر شده، شکنجه ها رو تحمل نتونسته بکنه و در زیر شکنجه اسم بیژن رو لو داده. بیژن به مادرم گفت که من میرم دوستم رو ببینم و تا یک ساعت دیگه برمیگردم. رفت دیگه برنگشت. به شهادت دوستانش بیژن و منصور نجاتی شوشتری جز اولین کسانی بودن که از اتاق اونا جلوی هیئت مرگ رفتن. وقتی از بیژن پرسیدن به خدا اعتقاد داری، به جمهوری اسلامی اعتقاد داری، اون گفته بود جمع کنید این بساط تفتیش عقاید و انگیزاسیون رو، من به این سوالها جواب نمیدم. اومد بیرون به دوستانش گفت زدم وسط خواب. چند دقیقه بعد اون رو به همراه بقیه دوستانش بردن و به دار کشیدن. شما میخواستید بکشید، چرا دار زدید؟ چرا از سقف‌های کوتاه اینها رو با یک طناب به دار کشید که بعضی هاشون تا 15 دقیقه اون بالا جان بکنن؟ تمام تلاش جمهوری اسلامی این بود که مخصوصا ما زنها رو خرد بکنه، له بکنه و توی جبهه احساس گناه برای ما ایجاد کنه. در من چنان احساس گناه ایجاد کرده بودن که تو به عنوان یک مادر نه تنها بر حق فرزندانت جرم کردی و نه تنها کافر هستی، نه تنها انسان نیستی، در مقابل بچه‌هات هم جرم کردی. بچه‌های من پیش مادر شوهرم بودن و من بیرون اومدم، مادر شوهرم اونا رو به من نداد. من مجبور بودم که اونجا زندگی کنم. با تحقیر، با سرزنش و تعد شدن تو جامعه. خانم پیوندی، آیا میتونید یک رقم تخمینی از کسانی که خودکشی کردن به وسیله چادرشون کمیسیون بدید؟ من متاسفانه اسامی یادم نیست، ولی دو نفر رو یادم که اینا به وسیله چادر خودشون دار زدن. یکی دیگه از رفقای من به وسیله داروی نظافت خودکشی کرد تو همین دوره. بعد دیگه این سه تا دقیقا یادمه که خودکشی کرد.